Салом бинандаҳои азиз. Ба хотири таъмини суботу оромӣ, осудагии рӯзгор ва тинҷиву осоиштагӣ дар хонадони шумо, наши навбатии криминалӣ ахбори вазорати корҳои дохилиро ин лаҳза манзуратон менамоем. Бо шумо Мавлонзода Ҷамшед. Мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати барнома. نشه جلوبی ترانسمیلی بازداشت و نزدیک 50 کیلوگرم وسته نشهدار از معاملات بازداشته شد. بورد گرفته آمدم سه خوبچه نیست بیتنم اینی با فرون دادم که سواه من کرم فریبی کرم یفتم این بورد مناقشه نورسان و جوانان با کاردزنی انجامید من رفته از من کار رو گرفته با آقای من رفتم اگر زنی گفته به پی جنگ شد باید شهر کارچه دادم اینجای استاد گرفتم نابالغ با گمانبری به پنج حالت جنایتی دزدی به دست افتاد. دزدی سه نفر زن در حدود بازار ایسترافشان. شرح این و دیگر خبر و گزارش ها در برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی. کارمندان ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی چند روز قبل با گرفتن اخبارات اپراتیوی فعالیت پنهانکارانه شبکه ترانس ملی نشاجلوب را که از شهروندان خارجی عبارت میباشد افشا و از این گروه نشاجلوب توانستند نزدیک به 50 کیلوگرم مخدرات نوی حشیش مصادره نمایند مایور میلیتسیا احسان عبدالله‌زاده در این خصوص گزارش آمده نموده است مبارزه بر ضد معاملات غیرقانونی واسطه نشهدار یکی از سمت‌های اساسی فعالیت مقامات حفظ حقوق به شمار می‌رود. وزارت کارهای داخلی با مقصد آشکار و دستگیر نمودن قاچاقچیان این مواد زهرآگین به طور همیشگی کارکردهای اپراتیوی جستجویی را راه اندازی نموده از انتقال و پنشوی غیرقانونی واسطه نشهدار پیشگیری و با این راه سالمی جامعه را تا اندازه حفظ می‌نماید. در نتیجه کارکردهای اپراتیوی جستجویی که با مهارت و ملکه بلندی کسبی از جانب کارمندان ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی عملی کرده شد یک شبکه انتقال دهنده واسطه نشهدار که کشور ما را همچون کشوری ترانزیتی میخواستند استفاده برند آشکار کرده شده به فعالیت جنایتکاران آنها خاتمه بخشیده شد ضمن پیگیری و نظارت اپراتیوی از جانب کارمندان ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی در دیدبانگاه ناحیه عینی شهروند جمهوری قرغیزستان کریاکدیو زیکرالله محمدقولوویچ سال تولد 1985 ساکن ولایت بدکند همچون گمانبر در انتقال مقدار مخصوصا کلان واسطه نشهدار دستگیر کرده شد ضمن گفتگوی واسطه نقلیات نامبرده تمغه BMW از مخفیگاه مخصوص داخل ظرف سوزشواری گازی 85 بسته های با سکاچ رنگشان زرد پیچانیده شده دریافت کرده گرفته شد. در نتیجه تشخیص معین کرده شد که واسطه نشهدار مصادره شده نوی هشیش بوده وزن آن 49 کیلوگرم و 106 گرم را تشکیل می دهد. ضمن پیشبرد چورابینه اپراتیوی تفتیشاتی معین کرده شد که کریاکدیو زیکرالله این مقدار واسطه نشهدار را با واسطه هم‌مسلکانش از جمهوری اسلامی افغانستان به جمهوری تاجیکستان واری نموده میخواست توسط ولایت سوخت به جمهوری قرغیزستان انتقال دهد 24 کیلومتر مرید گفت بارو همون جای گفت سن رفتم بورا گرفتم گفته کی جوش سرعت پرتفم بابا سرعت ویدیو سن هم ویدیو افتاد رفتم بورا تورکی افتاد رفتم بورا گرفتم اومدم سه قاپچه دست بیتنم اینی با فرون دادم که شواه من کرم پریویر که کرم یفتن این بور برای معین و دستگیر نمدن دیگر هم مسلکان این گروه ترانس ملی نشه جلاب چرا بینی اپراتیوی جستجوی ادامه دارد وابسته به حالت مذکور نسبت شهروند جمهوری قرغیزستان کریاکدیو زیکرالله طبق طلبات ماده 200 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نام برده در حبس پیشکی قرار دارد کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند نیز با دایر نمودن مجموعه چورابینی های اپراتیوی جستجویی چهره نشاجلوب را آشکار ساخته از عاقبت ضرر مخدرات جامعه را حفظ نمودند نشاجلوب ساکن ناحیه فرخور ولایت ختلان بوده میخواست نزدیک به 7 کیلوگرم واسطه های نشاندار افیون و حشیش را در ولایت سوخت به فروش برارد اما تیر او خاک خورده به دست میلیسیا افتاد شرح این جنایت در گزارش همکارانمان
شهروند اسویف سماندار حرمت اللویویچ سالی تولدش 1993 استقامت کننده نوحیه فرخوری ولایتی خطلان در بفروش براوردن 1 کلوی 130 گرم افیون و 5 کلوی 503 گرم وسته نشداری نمودی حشیش. گمانبر است که وزن عمومی مخدرات 6 کلوی 633 گرم را تشکیل میدهد. دیده و دونست در ده زدن به معاملات غیر قانونی وسته نشدار سرنوشت گمان برشته سماندار اسویف را دیگرگون ساخت. اکنون او را ضرور است پاداش عملی جنایتی را بیند. مخدراتی از او مصادره شده با راه قاچاق وارد تاجیکستان شده است. عین حال در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر خوجند از روی کردار جنایتی با دسترسی طلبات ماده 200 قسم 3 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز و برای معین کردن شخصیت همشریکان گمان برشده روانه شده است که علاقمندی آنها در عملی گشتنی نقش شاید جنایتی جای دارد. در ناحیه شومنصور میلیسیا یک حالت اوباشی را آشکار نمود. یک گروه جوانان و نوبالغان میان هم مناقشه نمودند که یک نفر از ضرب کرد جراحت برداشته بستری بیمارخانه گشته است. سیراجدین شکری اوید این مناقشه گزارش میدهد. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شومنصور جنایت اوباشی آشکار و گمانبران آن دستگیر کرده شدند که متاسفانه دو گروه نورسان بین همدیگر مناقشه نموده در نتیجه یکی را به واسطه کارد مجروح نمودند. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که سنه 24 می سال جاری تقریبا ساعت 13:30 دقیقه گمبرشونده قلندروف موسوجون شهراتوویچ سنه تولدش 2004 ساکن شهر وحدت دهه شهرستان از روی مسئولیت پیشکی مختاروف شیرعلی عارفوویچ رحیموف نوزیم عظمتوویچ بازاروف عبدالحاشم عبدالمنانوویچ و بایمرادوف یوسف اکراموویچ ساکنان شهر دوشنبه را برای صادر نمودن جنایت اوباشی به کوچه سودای نوحه شومنصور برده است. رفتیم با جده رفتیم رحمدیان قطعه 7-8 نفر آدمو شدم یکیم کلچه را بروار رحمدیان سینما دوید من رحمدی برم کلچه داشتم برواردم سرش کردم من رفته از مکار را گرفتم با آقای نیم رفتم یبزنی بفتم بیرم که جنگ شد باید شهر کلچه دادم اجایی اجساد گرفتیم. از جانب دیگر شهروند زوربکوف جهانگیر انوروویچ سنه تولدش 11 اکتبر 2003 ساکن شهر دوشنبه ناحیه شومنصور کوچه مستانگلوف با همراهی خود شهروندان حکیم و فریدون محمد سعیدوویچ سنه تولدش 2005 نوبالغ رحمتجان احمدجان جابیروف شکرالله شمسولایویچ سنه تولدش 2005 استقامت کننده ناحیه ورزوب را آورده بین دو گروه مناقشه سر زده یکدیگر را مورد لتکوب قرار دادند. هنگام مناقشه گمانبرشونده مختاروف شیرعلی با استفاده کردی در دستش بوده سه مرتبه در قسمت قفای پای جابیروف شکرالله ضربه زده به او جراحت جسمانی رسانیده است. چی رفتیم؟ جدی وایزر رفتیم تا بایی کش میگن که میگن کلچه برو بر و من باید جونم های کلچه اگر گرفتیم را بچه را یک کلچه دادم تمام. وابسته به حالت مذکور عین زمان نسبت مختاروف شیرعلی طبق طلبات ماده 237 قسم 3 و ماده 110 قسم 2 و نسبت دیگر اشتراکچیان مناقشه مذکور طبق طلبات ماده 237 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده های جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. ریایه نگردن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند باعث آن گردید که یک نفر نوبالغ دست به جنایت زند. بازداشت گردیده در 5 حالت جنایت دزدی گمانبر بوده، اساسا از داخل واسطه های نقلیات و از مغازه های شهروندان مبلغ و دیگر مال و محصولات را به یغما میبرد. شرح این جنایت های صادر نموده گمانبر در گزارش نوبتی. اگر در اویله اشخاص بی مسئولیت و در محیط ناسالم تربیه و به وای رسیدن یکی از عوامل های اساسی جنایتکار گردیدن فرزندان با شما رود، عامل دیگری دور از معرفت و آداب انسانی ماندن نورسان این بی طرفی جامعه می باشد. متاسفانه امروز ها دست زدن به کردارهای خلاف قانون برای برخی یک عادت مقرری گردیده است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر لواکان در نتیجه فعالیت اپراتیوی در پی عریضه ساکنان شهر مذکور آیدی از جانب شخصانی نامعلوم دزدیده شدن مبلغ های پولی، مواد های غذایی یک نفر نابالغ سال تولدش 2006 را
که پیشتر گذشته جنایتی دارد با گمانی دست داشتن در دزدی مالکیت شهروندان دستگیر نمودند. گمان بر شده ساکن شهری لیوکان بوده در پنج حالت جنایتی دزدی دست دارد و این کردارهای جنایتکارانه اش را در حدود شهری لیوکان صادر نموده است. اصولی دزدی های گمان بر شده شکستن تیریزه های نخلیات و مغازه های شهروندان و داخلی آن گشته و از داخل دریافت و تصرف پول نقد، اشیاهای قیمتناک و مواد های غذایی می باشد. بازداشت گمان بر شده برای ادامه نیافتن کرداری به جامعه خفناک از جانب کارمندان میلیسیا مساعدت کننده باشد، هم مقامات میلیسیا از شهروندان دعوت به عمل می آورند که در حفظ مالکیت شخصی بی پروا نباشند و حتما از چاره های بی خطری محافظتی کار گیرند. من با مدت سچی چاسو چودم، بعد از اوسو چودم برامده و بود باز با پنج حالتی دوزی دست دادم. Нисбати на Болиев, НЕМ, Арландай джинјати бомо 54 кодекс джинјати и джумхури и Тоджикстан овоз карда шуда, а вчет пешаки и дома добра. Дар шари Исаравшан кирдори ба джумија хафноки се нафар зани ро ошкор намдан ки ба амали нангини дузди даст зада нафросати зан модари худ ро доғдор сохтанд. دوزی ها در حدود بازار مرکزی شهر ایستارافشان با قید گرفته شده، بعد مراجعت جبردگان به میلیسیا آشکار شدند. اوید چپ دستی های مادر و دختر و نفر سیوم در گزارش همکارانمون تماشا کنید. و نمود کردن خود همچون خریدار و پسوان پنهانی از چشم فروشنده که به خدمت رسانی میزاجان بند بود، اسلوبی دزدی هایی است که میلیسیا شهر ایستارافشان با زن 57 ساله و دختری 29 ساله استقامت کنندگان جماعت دهاتی زرحلال شهر ایستارافشان نسبت می دهد. آنها در تصرف دو عدد تلفن گمانبر می باشند. من پسرم با من پتینکه رو رفته بودم، نمیدونم یک چشمم غلطی دارم که کاشید در بخشی سوی کن. فقط تلفن گرفته چی من؟ ها، فقط تلفن. چی کار کرده تلفن رو؟ روختم به پول در کاشید. حدودی لطبازار مکان دزدی ها بوده تلفن های مبیلی تمغای سامسونگ A13 و ریدمی 9A که صاحب کاران در داخل دکان گذاشته در پای خدمت رسانی بودند از جانب گمانبر شده ها تصرف شده است. دزدی ها در یک وقت صادر نشده، فاصله بین آنها یک هفته می باشد. اول مادر به دزدی اقدام نموده است و بعدا دختر کردار مادرش را تکرار می نماید. تکی در بساده بودم پشتم گردانندگی بود نکسن و هم تو در آمدو ام تو چاسم افتادم این خریدار بر می بیند پته من وقتی صدا معامله کرده من برفت و برفت اینجا گشته که من ندیدم نیستم دیگه تلفن من اینجا بی سادگی بود اینجا با بار بود اینجا با مقه بار قلی کرده گیدم گرفت من گشته به معامله کرده گسل کرده تو بعد از اگر تو تلفن می گرفتم هم تو آمده بینم با معاین شدن کردار به جامعه خفناک خفید و میابی دزدی ها از جانب گمانبران خاتمه یافت. به همین مانند رسته و راهرف های داخل بازار مکان دزدی ها برای زنی 49 ساله استقامت کننده جماعت دهاتی چارباغ شهر ایستارافشان گردید. گمانبر شده با استفاده از اسلوبی کلاسیکی دزدی سنه 11 می حالت بی پروایی زنی 55 ساله را استفاده نموده سومکای او را تصرف می نماید. در داخل جزدان 4300 سومان پول نقد، گوشواری طلایی، شناسنامه ملی و یک عدد کارت بانکی موجود بوده است. میلیسیا نگذاشت که گمانبر شده از درآمد غیر قانونی خوشحالی نماید. بعد مراجعت جبردیده در نتیجه چاره‌بینی های اپراتیوی جستجوی دزدی با ایزی گرم آشکار و ضرر رسانده شده برقرار گردید. دوست داشتن، احترام کردن، با قدر رنج و زحمت و مهر و محبت مادر رسیدن قرض انسانی هر یک فرزند است. متاسفانه امروز در جامعه نفران یافت می شوند که با این همه زحمت و بیدارخوبی های مادر نرسیده باز مادرانشان را آزار و اذیت می دهند. گزارش نوبتی نسبت یک نفر مادر آزار آماده گردیده است. از جمله در اساس مراجعت والدین شهروند عبدالرحیموف دیلوور الهاموویچ سنه تولدش 1985 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه رحمان نبیف دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که نامبرده پیوسته به نوشیدن مشروبات مشغول شده در حالت مستی والدین خود را آزار میداد است. چنانچه سنه 30 می سال جاری تخمینا ساعت 9 عبدالرحیموف دیلوور باز در حالت مستی به منزل استقامتیش آمده با پدر و مادر خود مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده است.
همزمان با امر و طلبات قانونی کارمندان میلیشیا اطاعت نکرده در حالت مستی نسبت دیگر اطرافیان نیز با الفاظ قبیح دشنام داده باعث خلل‌دار گشتن آرامی شهروندان گردیده است. من از پدر مادرم بخشش میپرسم که وقتی مسجد خفه کردگی باشم شما. وابسته به حالت مذکور نسبت عبدالرحیموف دلاور برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی و مادر آزاری و اطاعت نکردن به طلبات قانونی کارمندان میلیشیا موادهای ضروری ترتیب داده شده با مقصد چاره‌جویی به سود ارسال کرده شد. سود در نوبت خود نسبت نامبرده جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 15 شبانه روز تطبیق نمود. هموطنان ارجمند، در فرجام برنامه خواهان آنیم که در روزگارتان همیشه عدالت و امنیت پایدار باشد. خیر تنسیت و خانه آباد باشد.